با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، عرض ادب و احترام دارم صمیمانه در هر کجای دنیا هستیم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت و البته ورزشکارم باشید. با یکی دیگر از برنامه های سود پلاس از صفحه سود در یوتیوب خدمتون هستم. مشتاقانه اومدم خدمتون رسیدم تا چند دقیقه با هم صحبت بکنیم. بسیار خوشحالم خدمتون هستم، ممنونم، سپاسگزارم از نظراتتون، از انتقادات سازندتون در فضای مجازی، چه در صفحه سود در یوتیوب، چه اینستاگرام سود، چه وبسایت فوتبالی ترین، چه در صفحه سود در فیسبوک. خیلی مزاحمتون نمیشه، اما نکته در وبسایت ها دیدم که واقعا شگفت انگیز بود. میخوام درباره فردی باهاتون صحبت بکنم که یکی از مافیاهای فوتبال ایرانه، یکی از افرادی هستش که واقعا اگه بگیم سردسته مافیاست چیزی به گزاف نمیده. محمد رضا ساکت، سردار محمد رضا ساکت، مدیر عامل قدرتمند باشگاه فولاد مبارکی سپاهان، سردار سپاه که در وزارت دفاع بوده، در جاهای مختلف بوده، سلطنت میکنه در باشگاه سپاهان، چند سالی هم در فدراسیون فوتبال در دبیر کلی بود. چیزی که خیلی مهمه و واقعا به آدم فشار میاد، این نامه بود که نماینده مجلس نوشته بود به نهادهایی که قدرت دارن که آقای ساکت 92 میلیون تومان در ماه حقوق بازنشستگی میگیره. یعنی من از شما میخوام بپرسم، برید نگاه بکنید که هر روز چقدر بازنشسته که شریف، چه زن چه مرد، که سالیان سال عمرشون رو توی کار گذاشتن، چه معلم چه کارگر، از هر قشری میان تو خیابون آه و ناله میکنن، سفرهاشون خالیه و داد و فریاد میکنن که آقا حقوق ما کی قرار زیاد بشه. اگرم حقوق زیاد میشه با این فشار اقتصادی که هست، این چه حقوقایی که اصلا سفرهاشون تامین شده نیست. اما فردی مثل محمد رضا ساکت 92 میلیون تومان حقوق بازنشستگی، مگه میشه همچین چیزی؟ این فقط حقوق ثابت بازنشستگیشه، حقوقی که از باشگاه فولاد مبارکه سپاهان میگیره. حالا بس تو همون نامه هم که من دیدم بحث تشویقات بود، بحث پول ماموریت بود. آقای ساکر آخه شما به کجا وصلید؟ 92 میلیون تومن پول بازنشستگی؟ خب در سال شما جمع بزنید چقدر میشه؟ بالای میلیارد میشه. این بغیر از پولهای دیگه ای هستش که توی تشکیلات سپاهان که اصلا به چاه نفت وصلید و پول بی حد و حصر دارید. همین امسال آقای ساکت شما هزینه های در باشگاه سپاهان کردی، از اوردن مربی سرشناس پرتغالی تا بازیکن های دیگه ای که اووردید، که هزینه های سپاهان سر به فلک میکشه. یعنی اگه شما اومدید و گفتید سپاهان هزینه نکرده، اصلا جوک ساله و خنده داره و کاملا مسخره. سپاهان دوستان بیننده، سپاهان بیشترین هزینه رو در فوتبال ایران کرده بدون تردید. مافیایی که در اصفهان بود، من اون روزم خدمتتون عرض کردم، اصفهان دو تا تیم داره، سپاهان و ذوبان. ذوبان قدیمی‌تر از سپاهان هم است، اما یک ده هزارم سپاهان نه حق داره هزینه بکنه، نه اصلا میذارن هزینه بکنه. برید نگاه کنید، آقای مهدی تارتار میگه گزینه 6 و 7 بازیکنای لیگ برتر هم نیستیم. سپاهان هر بازیکنی که اراده بکنه برمی‌داره میاره. همین الان دنبال عمر اسوما مهاجم گلزن تیم الاهلی عربستان هم. مگه عمر اسوما کم پول میگیره در عربستان؟ مطمئن باشید بخواید بیای 1-2 میلیون دلار کمتر نیست. من نمیدونم آقای ساکت چه بازنشسته، چه مدرک تحصیلی داشتن، چی کار کردن، ایشون نخبه کجا بودن ایشون. بعد باشگاه سپاهان میاد جوابیه میده، میگه که این متعلق به فولاد مبارکه سپاهان و آقای ساکت فردیه که مثل یه کارمند داره بازنشستگی میگیره. آقا مگه شما شما مردم رو چی حساب کردید آقای ساکت و تشکیلات باشگاه سپاهان؟ آقای ساکت یه فرد نظامیه، یه فرد سپاهی، سردار وزارت دفاع که مأمور در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و داره 92 میلیون تا 100 میلیون فقط حقوق بازنشستگی میگیره. برید نگاه بکنید ببینید کسی که بازنش 30 سال معلم بوده،
کارگری که تو همین فولاد مبارکه سپاهان جلوی کوره ها بوده و با گمای نزدیک 100 درجه، یا کارگری که تو معدن، کارگری که تو جاهای دیگه داره کار میکنه، اون ارتشی یا اون نظامی که داره توی مرزها خدمت میکنه، اونا حقوقشون چقدره؟ یه بازنشسته مثلا 7 8 10 میلیون بیشتر میگه الان به لطف این تشکیلات نظام که اصلا با این گرانی افسار گسیخته 7 8 10 میلیون پولی نیست. واقعا من زمانی که دیدم 92 میلیون حقوق میگیره اصلا دلم واسه آقای ساکت سوخت، چون هم مستضعفه هم واقعا مردمیه و امیدوارم که حقوقشو بیشتر بکنن. آقا مافیای فوتبال ایران دست دست امثال آقای ساکت و تاجه. حالا بذارید آقای تاج چند وقت دیگه بیاد که الان زمینش هم فراهم شده، دوباره آقای ساکت باز دوباره میاد توی این تشکیلات و تاخت و تاز بیشتری خواهد داشت. آقای نهادهای نظارتی پس کجا؟ موقعی که پسر آقای تاج با پسر مسئولان قوه قضاییه جاهای دیگه دستش توی کاسه است و دارن با هم کار میکنن، بیزینس میکنن، خب دیگه کسی به آقای تاج به آقای ساکت اینا کاری نداره اصلا. آقای ساکت شما برید تو همون اصفهان برید چقدر بازنشسته داره که به نون شبشون محتاجن و همیشه شرمنده خانوادهشون هستن، مستاجرن و بچه دانشگاهی دارن. پس شما باید بیاید 92 میلیون حقوق بگیری، راست راست تو باشگاه سپاهان راه بری و هر کاری دلتون میخواد انجام بدی. من نمیدونم پس این وقاحت حد و مرزش کجاست، و اگه این نامه منتشر نشده کسی نمیدونست که آقای ساکت فقط یک رقم حقوقش 92 میلیونه. دست مسئولان درد نکنه، واقعا یه هم مسئولان مردمی هن هم سیستم مردمیه و مردم در اوج تصمیمات مسئولان هستن. واقعا شرم بر شما امثال آقای ساکت و افرادی که توی تشکیلات قدرت دارید و روی گرده مردم دارید راه میرید و سوء استفاداتون رو دارید انجام میدید. دوستان خوبم، همراهان همیشگی سود پلاس، بسیار ممنونم. نظر و پیشنهاد و انتقاد بگذارید، حتما لحاظ خواهد شد. شب و روز بر